امروز دومین روز ملاقات و مذاکره میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در هشتمین دور این نشست ها در دوحه است. زلمه خلیلزاد نماینده ای ویژه ایالات متحده در یک توییت در مورد این نشست نوشته است که طالبان نشانه را از علاقه به نهایی سازی یک موافقه از خود تبارز دادند. ولی آنچه محور سوی تفاهم ها در این نشست تلقی می شود، موضوع موافقه میان ایالات متحده و طالبان روی خروج اساکر امریکایی از افغانستان است. سحل شاهین سخنگوی طالبان در یک توییت نوشته است که این دیالوگ با امریکایی ها برای چند روز ادامه خواهد یافت و در صورتی که به موافقه با امریکایی ها بیانجامد تمام از حاکر خارجی از افغانستان تحت یک تقسیم اوقات معین خارج خواهند شد ولی نظریه خلیلزاد متفاوت است او در یک توییت نوشته است که موافقتنامه نامه صلح موافقتنامه نامه خروج نیست بلکه حضور ما در افغانستان بر اساس اوضاع و شرایط در محل خواهد بود و هر گونه خروج بر اساس این شرایط صورت میگیرد. از سوی دیگر مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز امروز یک شنبه بار دیگر تعهد اداره ترامپ را برای کاهش شمولیت نظامی در افغانستان با اطمینان از اینکه افغانستان بار دیگر محل انجام حملات بر امریکا نخواهد شد تکرار کرد. رئیس جمهور ترامپ این موضوع را بازی ساخت که خواست او این است که ما یک رای حل دیپلماتیک را انکشاف بدهیم که به ما اجازه کاهش منابعی را که در آن کشور است بدهد و همزمان اطمینان حاصل کنیم که افغانستان هرگز مبدل به محل انجام حملات تروریستی بر ایالات متحده نمی گردد آقای پمپیو این اظهارات را همراه با وزیر دفاع استرالیا در سیدنی ابراز داشت ولی وزیر دفاع استرالیا در مورد افغانستان بیان داشت که کشورش هنوز هیچ تصمیم را روی اولویت‌هایش در قبال افغانستان اتخاذ نکرده است. It was very clear to me there that برایم واضح است که معامله از طریق مذاکرات تنها راه پیشرفت صلح در افغانستان است. موضع ما مکررا تحت غور قرار دارد و ما منتظریم تا ببینیم که در انتخابات 28 سپتامبر و دور بعدی مذاکرات صلح چی اتفاق میافتد. ما هیچ تصمیم را نگرفته و معلومدار دار هر گونه تصمیم در مورد افغانستان را با در نظر داشته موضوعات و اولویت های منطقه اتخاذ خواهیم کرد ولی هر کاری را که انجام دهیم با تصمیم حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت واشنگتن امیدوار است تا بتواند با یک معامله صلح تا اول ماه سپتامبر قبل از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نایل آید در حالی که در ایالات متحده نیز انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020 در راه است و موضوع چگونگی ختم جنگ در افغانستان که طویل ترین جنگ ایالات متحده در خارج از آن کشور به شمار می رود در مباحثات کاندیدان این انتخابات مطرح خواهد بود لینا روزبه تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن